100 تا ضربه کشته و دروازه‌بان ها توی میدیوم 20 تا از بهترین دروازه‌بان های حال حاضر و قدیمی تاریخ فوتبال رو توی یک گردونه جمع کردیم و به صورت رندوم دروازه‌بان ها رو انتخاب میکنیم و با هر کدوم 5 ضربه کاشته از پشت 18 قدم به علیرضا بیرانوند میزنیم. به نظرتون کدوم دروازه‌بان بهترین کاشته زن تاریخ فوتباله؟ سلام و درود خدا بر شما. مازن مهدی خان استادیاب در خدمت شماست. اولین دروازه‌بان نظر تو کدوم میفته و چند تا از ضرباتش گل میکنه؟ کورتو اولین دروازه‌بان. اولین ضربه کورتو از پشت 18 قدم دروازه با اورال 71 میزنه. پای چپ کورتو باشه تو قرار گرفته اولین ضربه کاشتشو میزنه و خیلی بلند میزنه بیرون میره. دومین ضربه آقای کورتو باشه قرار گرفته ببینید که ضربه کاشته دومش تبدیل به گل میکنه. خیر. ضربه کاشته سوم آقای کورتو کات خوبی داره به توپ میده ببینیم که این تبدیل ضربه کاشته بعدی آقای کورتوا. ضربه بعدی کورتوا رو میخواد بزنه ضربه شده چپ و راست میکنه هیتا بتونه این ضربه تبدیل گل بکنه یا نه باز هم توق 4 تا هیچی فعلا. آقای کورتوا ضربه آخره هاشتش رو میخواد بزنه به حریف که تبدیل گل کورتوا هیچی هست 5 تا کورتوا هست شده و بقیه رو میچرخونیم. دروازه‌بان دوم کسی نیست جز ایدرسون. ضربه شما آقای ایدرسون شروع خواهیم کرد از دقیقه روی این خط. ایدرسون با اورال 66. ایدرسون پشت توپ قرار می‌گیره می‌خواد که اولین ضربه‌ش رو تبدیل به گل بکنه یا نه. ضربه زیماش باز هم زیر تانگ. ضربه بزن گلش کن دیگه. با ما ولمون کن این داره همه رو در میاره. آقای ایدرسون شما این نشونه رو اینجا رو هدف بگیر بزن بره تو گل ببینم میگیره بینه که آره دیگه. ایدرسون ضربه سومش میخواد بزنه به سمت بیرانوند نشود. علیرضا بیرانوند باز کنه. ایدرسون آخرین ضربه‌اش میخواد بزنه که ببینیم تبدیل به گل میشه یا نه. ایدرسون در میاره باز بیرانوند و باز هم صفر. بریم سراغ دروازه‌بان بعدی. چه کسی میفته ببینیم که آیا میتونه این دروازه‌بانی که انتخاب میکنیم اولین ضربه رو تبدیل به گل بکنه یا نه. مانوئل نویر. مانوئل نویر میره که پشت محوطه جریمه یعنی پشت 18 قدم اولین ضربه‌اش روی خط بزنه. و حالا مانوئل نویر با اورال 73 قدرت کشته زدن 73 که داره ببینیم که میتونه دروازه علیرضا بیرانوند رو باز بکنه این بازیکن یا نه. نویر اولین ضربه خیلی خوب داره میزنه. برو خدا گلش کن. برو جان جدت گلش کن تو رو خدا. نمیشه. ضربه بعدی مانوئل نویر رو اینم که بالاخره تبدیل به گل میشه این ضربه یا نه. بیرون. چرا اینا اصلا گل نمیکنن واسه من عجیبه. چرا گل نمیکنین داداش؟ چرا گلش نمیکنین؟ مگه میشه در بیاری تو داداش؟ نمیشه به خدا. در بیرون من چی زدی؟ جدی نمیشد تو اونو در بیاری؟ من گوشه ترین حالت ممکن زدم. توی دروازه مانوئل نویر بالاخره دروازه رو باز میکنه. ضربه 15 مون تبدیل به گل شد. مانوئل نویر 1-0. رفتیم سراغ بازیکن بعدی گردونه رو چرخوندیم و با این بار کاسیاس بهمون افتاد. ایکر کاسیاس 63. ایکر کاسیاس هم اولین ضربه ایسکایش رو زد و تبدیل به گل نشد. و اما دومی ضربه ایسکای ایکر کاسیاس. دومین ضربه اسکای کاسیاس خدای این گل بشه دیگه. داش خیلی خوب دارم میزنم. خیلی خوب دارم میزنم ولی نمیگیره. از چهارمی ضربه ایکر کاسیاس که بودن یا نبودنش تو تورنمنت مشخص میکرد. بابا مگه میشه گوش زدم من چجوری تو پریدی در بردی؟ یا علی مداد. توی دروازه چه گولی میزنه؟ ایکر کاسیاس و مانوئل نویر 1. بعد از رکورد شکنی مانوئل نویر و ایکر کاسیاس رفتیم سراغ بازیکن بعدی مندی. و منی که منتظرم ببینم کی بهترین کاشته زن میشه. برای مندی هم دوباره میام روی خط میکاریم. مندی با اورال 66 بار کلا. و این ضربه مندی تبدیل به گل چی؟ نه مندی زد سر. این مار با تمرکز کامل مندی پشت چوب قرار گرفته و خدا وکیل این گله. بابا ولمون کن چون کتت بد تو وایسا این رو سر حاج مجید حسینی و بعد هدف بگیری شما خدا وکیل این گلشه. آشغال ایسکایش خدای آشغال ایسکایش خدای این گل نشه دیگه میذارم کنار بازیو. دو متر قد یه دونه کاشته نتونستی از رو سر 150 سانت رد کن. بزن ببینم آخری چیکار میکنی. بیا برو بابا بیا برو با این کاشته نزنین اصلا. اما دروازه‌بان باش. بعد از ریدن مندی رفتیم سراغ بازیکن بعدی پیتر اشمایک. بار دیگر روی خط. چهلونو از همه کم داره. تو یه دونه رو گل کنی یا دو تا حساب میکنم واسد. برو بیب آقا ببین مندیو بنداز دور بنداز تو سطل کاشتشو ترکون زد همه رو درو کرد. وای 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 دو نه نه زیاده ببخشید. این کاتش هم خوبه خدایی این گله. یا عبد فرز یا ببین عالیه ضربه کاشتش. ضربه کاشتش حرف نداره انصافا این گلش
بعد از ضربه کشی پشیمون پیتر میریم سراغ بازیکن بعدی. بار دیگر در رونا رو چرخوندیم و مونده بودیم که تا بازیکن بعدی بهمون نشون داده بشه و اون بازیکن کسی نبود جز آلیسون بکر. فکت عجیبی کشف کردم. فهمیدم چرا مانوئل نویر گل زد. بخاطر اینکه توی زمین بایر مونیخ بود. آلیسون بکر روی خط. اوورال 69. ببین آلیسون بکر به نظر من خیلی خوب میتونه ضربه کشی بزنه چون اوورالش بسیار بالاست. ضربه کشی بعدی آلیسون بکر رو که تبدیل گل میشه نمیشه بسیار بلند. ببین خیلی خوب داره کات میده. خیلی خوب داره کات میده. مطمئنم این گل میشه. 100% این گل میشه. مطمئنم این گل میشه. حال کردی؟ حال کردی؟ علی خان استاد یاب در کامنت ها. ضربه چهارم آلیسون بکر رو اینو که باز دوباره تبدیل گل نتی. ضربه آخر آلیسون بکر که اینو تبدیل به گل بکنه میتونه رکورد داره این رقابت ها ماشه خراب میکنه. نوبت بازیکن بعدی میرسه. بار دیگه گرونا رو چرخوندیم و فکر میکردم که دونارما میفته ولی نواس افتاد. اوورال نواس 65. اوورال 49 داشتیم گل کرده. شما گل نکنید اینجا آبرو روزیه. کیلون نواس تو برای گفتم در روزش میذاره علیزا بیرامند بالای دروازه. خب این ضربه کیلون نواس که میتونه از رو سر حسینی رد بکنه ضربهشو ببینید که تبدیل به گل میشه. اینا قطعا گله. بابا این بیرانونده خدای شیشه زده. لاهنگ گل بچه این خود بیم خیلی خوب زدم. بابا شما کاشته زن نیستی اصلا. الکی نمیندازن دروازه که یارو رو مگر اینکه بادش خیلی رمان باشه. ببین این کاشته گل نشه نواسو کچل میکنم تو بازی بعدی. خدا این گله. خدا این گله. خدا این گله. بعد از ریدن های پوستر همه مهدی خان میریم سراغ بازیکن بعدی. دوباره گرانا چرخونه منتظر بودم که پیتر چک میفته ولی هوگو لوریس افتاد. آره دیگه همین توپا میکنیم روی خط. هوگو لوریس 66. ببین داداش جان شما یه دونه رو گل بزنی من دو تا برات میحساب. ولش گل سر بعد چون خواد بزنه ببینیم که میتونه کات خوبی بده به توپ و رد کنه بازیکن حریف. حرام هرهاش. بابا میذاره وایس چند میذاره بعد آقای هوگو لوریس سوم میذاره آقای هوگو لوریس اگر که بتونه یکی دیگه فقط از ضرباتش تبدیل به گل کنه رکورد همرو شکسته و تونسته که بریم والله تو. ببین هوگو لوریس میشکونه میشکونه بعد از اینکه کلی پرامون ریخته بود فکر کنم بعد پرامون بیشتر بزنه چون قطعا میخواد گل کنه. رکورد زد هوگو لوریس تو ضربه تبدیل به گل کرد. گنده تر از تو اومدن نتونستن یه دونه بیشتر بزنن تو چه دو تا گل زدی اشکالی نداره شکون اما اگر بتونه اینا که ضربه تبدیل به گل بکنه رکورد داره دیگه. رکورد رو شکستی. دوباره گرونا رو چرخوندیم و در انتظار این بودیم که بازیکن بعدی برام بیفته که نوبت اوبلاک و اوورال اوبلاک 66. چرا کمی تو. ببین ولی به نظر من اوبلاک عمره رکورد بزنه. من مینویسم امضا میکنم براتون. درسک در صلواتی داداش جان وایسا جونت مهدی بگیر تسهنه رو کنج کنج زد. از این کنجر نه نمیتونی بزنی تو. میسیش نمیتونه اینجوری بزنه. میرسیم سراغ ضربه 47 مگر اشتباه نکنه و اوبلاک میتونه رکوردها رو بشکونه یا اینکه نه تا الان یه دونه زده مگر که بتونه سه تا بزنه. میتونست رکوردها رو بشکونه ولی داره میره. ببین من میگم این کله مجید حسینیه بزنی گله. چقدر آدم نچسب. بزن گلش کن دیگه. حالا یه دونه کند زدی تعریف کردیم ازت. بزن گلش کن دیگه. ببین ضربه پنجامو گل کنی بوهای خوبی در ادامه خواهد آمد اگر که بتونی گل کنی. بعد بابا بدمون کن. بعد از ضربه استثنایی اوبلاک برین تو را باز کنه دیگه. در انتظار باز کنه بعد اینش سیم تا پیدا بشه. وندرسار بابا ما این همه رفتیم چرا باز دوباره موندین شما؟ چند نفر موندن؟ 10 نفر دیگه. ابلفاز اوورال 57. دو تا گل کنی عالیه. وندرسار باش تو قرارگاه بانکی در آوردم جلوتر براش ببینم که حالا میتونه تبدیل گل بکنه این ضربه رو یا نه. وندرسار ضربه 52 و ضربه دوم وندرسار ببینم که تبدیل گل میشه یا نه. وندرسار باش تو قرار گرفته بازیکن قد بلند اوت رو خدا گلش کن دیگه. تو رو خدا گلش کن. من احترام پیش که ساتو نگه دارم. آقا بکام شما یه دونه بزنید میتونی گل کنی؟ خب ریدیم همم کلم دست جمعی داریم میرینی. تو رو قرآن گلش کن. و ضربه آخر وندرسار اگر که بتونه یه دونه گل کنه که در رقابت ها باقی میمونه اگر که نکنم فرقی نمیکنه. در هر حال شما اوت بار دیگر گرمان رو میچرخونیم ببینیم که چه بازی کنی برامون میفته. مارکاندت رشتگه کرشتگه مابرال 67. یا به ضربه مارکاندت رشتگه میبینم که ضربهش میتونه تبدیل به گل بکنه یا نه و رکورد همه گیر رو بشکنه. خیر ضربه دوم ترشتگه منوال زیبا ببینیم که گلش میکنه یا خیلی خوب زدی. شاید بعد مانوال بزنی فقط. بزن مانوال بزن ببینم. مانوال بزن گلش کن. مانوال بزن گلش کن. مانوال ببین ترشتگن راحت میتونست بیاد بالا. راحت میتونست بهترین بشه. ضربه چهارم ترشتگن ببینم که میتونه بالاخره تبدیل به گلش بکنه با ضربه مانوال زیبای مهدی خانی. ضربه بعدی مارکاند ترشتگن آخرین امید.
بعد از خراب کردن ترشتگن بریم سراغ 61مین ضربه از 100 ضربه. گردن رو چرخوندیم و منتظر بازیکن موندیم. جان زومر. راجبش نظری ندارم. این مثلا تو پر کاشیم و جان زومر که اوورال 67 اومدیم جلو. اوورال 67 جان زومر رو می‌بینیم که میتونه به کمکش بیاد و این ضربه رو تبدیل به گل بکنه یا نه. جان زومر ضربه شو میزنه و تیر دروازه. جان زومر ضربه دومش رو میزنه ببینیم که تبدیل به گل میشه یا نه. ضربه سوم جان زومر این بار منوال نمیزنه و ترجیح میده که به صورت عادی ضربه شو بزنه و توی دروازه. گفتم دوستش دارم. گفتم یا نگفتم. راجبش نظری ندارم. ببین این یکی ضربه رو هم تبدیل به گل بکنی یا عالی میشه، یعنی به رکورد هوگو یوریس نرسیدی. چون بچت این گل بشه. بیا برو بیا برو خدا وکیلی برو بیرون. بعد از زدن 70 تا ضربه کاشته هنوز دروازه‌بانی 3 تا ضربه رو تبدیل به گل نکرده. دخیا بعد خان دوباره از ضربه خط ضربه رو میزنه. اورال دخا 65 اولین ضربه رو قید خواب اینو که تبدیل به گل میشه یا نه. ضربه اولش میزنه دخا می نویسم امضا می کنم دخا رکورد نمیزنه مطمئنا. من خودم داش استعدادی ما دست کم گرفتی اشکال نداره بذار اورال. ببین اگر بخوای گلش کنی واقعا باید منوال بزنی. برید کلا اصلا بلد نکاشته بزنی خدای گلش کن دیگه داداش. ماما ولمون کن خیلی خوب زنیم باهاش. از فضل عباس دای تاتا به قلب دروازه‌بان یعنی دخال داریم میشتبیم که بتونی ضربه رو گل کنیم و در رقابت ها باقی. بعد میگن چرا جو میدی بزن گلش کن لامصب و دیگه هیچ. بابا بیا برو خونتون واقعا ریدی داداشم ولش کن برو خونتون. عباس دوباره منتظر بازیکن بعدی موندیم. شاید بوفون تونه سر بیاره کارو. بریم برای کاشتن تو برای پیرترین دروازه‌بان پیس 59 59 خدای نگو در میاری کارو. خواهش میکنم نگو کارو در میاری. نگو رکورد میزنی بوفون. بوفون ضربه دوم بوفون ببینیم که آیا قابلیتی داره که به عنوان پیرترین بازیکن و مزنترین بازیکن. بابا ول کن این سیتان رو تبدیل به گل کن بتونی رکورد همه رو بشکنی. هوگو یوریس هم بزنی زمین. خدا وکیلی این گل میشه. خدا وکیلی این گل میشه. چه جوری در آورد بیرون من؟ چه جوری تو در میاری اینا رو؟ اصلا من موندم. ولی خدای با بوفون دستتون اومد بوفون بزنین کار رو در غلط اضافی دارم میکنم. بابا داره همه رو رد میکنه اون داره یه جوری میگیره. آخر ضربه آقای بوفون مستنترین بازیکن و دروازه‌بان پی اس وی در حال حاضر داره الان فوتبال بازی میکنه. ضربه‌شو زد بیرون میره و هیچ گل نکرد. بار دیگر گردونه رو میچرخونی و منتظر بازیکنی که اولیور کان نصیبمون شد. فقط 4 تا بازیکن مونده بجز اولیور کان. اگر اولیور کان نبرد هر چی دلت خواست تو کان هر چی دلت خواست بگو. اولیور کان 60 60 اولیور کان آیا تو چشمان مجید حسینی میره یا نمیره؟ رفت چشه شنانی. خدایی گلش کن اولیور کان. من رو حساب کردم اولیور. بابا صبر کن آروم برو دنبال توپ. این داره خیلی بد میزنه. یواش یواش نمیره ضربه های صدام این دیدار بر رقابت هایی بدن کاشی دروازه بان ها نزدیک میشه. اولیور کان باز هم بیرون داره من میدونم باش جان جد سینو گل کن الان هرچی کامنت منفی واسه همون درج میشه. بعد از ریدمان بازی های مکرر متی خان بریم سراغ آخرین بازی کنه. گل روز قهرمان نشه ها شاق میشه با سمونا. ویکتور والدس 41 دو نال کمترین اوورال ممکن بین همه دروازه بان ها. داشت اینجا رو مو داره مو نداشتا مو حالا کچ برژن کچلشون دیده بودیم ولی فضا حاجقا ویکتور حاجقا ویکتور والدز و گل نشد. تیم اگه شماره یک داده باشه به پیک 27 داده باشه ویکتور والدز همین میشه دیگه. مسخرش رو در آوردین. بزن گلش کن ببینم. ای بیا برو بابا. ضربه 4 رو 84 رو ویکتور والدز آخرین ضربه اش ضربه 85 بازی رو میخواد بزنه ببینیم که بالاخره گل میزنه یا نه. کلا ما رو خونتون داداش. بازیکن بعدی رو دوباره چرخوندیم تا انتخاب بشه و هنوز احمد رضا آبادزاده نیافتاده. دوناروما اوورال 67 خوبه. پای راستی آقای دوناروما ضربه اولش میخواد بزنه رو سر مجید حسینی ببینیم که تبدیل به گل میشه آیا یانکل رو قرآن گلش کن دیگه. بابا مسخره بازی رو جمع کن. توی دروازه چه گل زیدرت آقا زیبایی میزنه دوناروما. یه لحظه گوش کن نگم بر نگم کوکولوریس قهرمان نشه. اگر میخواد بشه اینو گل کن مشترکاً قهرمان باشه. ما با کوکولوریس مشکل داریم. فهمیدی یا نفهمیدی؟ الان مشخص میشه که شما فهمیدی اون چیزی که من بهت گفتم و یا نه. فوو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 و
احمد رضا بسطه ببینیم که کدومشون میفته جزء این سری پیتر چک. اوورال 45. اول فاز. آره خدا گل پیتر چک. آقای پیتر چک رد کن. وو خدای رد چه. گل توی دروازه. عالی مدد. وای آخرین ضربت پترچک. وای گن زدی. 90 تا ضربه ایستگاهی ما زدیم. هیچی نتونستش رکورد هوبولوریس رو بشکنه. و آخرین بازیکن احمد رضا آبزاده از ایران. اوورال 41. وای آبزاده نمیزنه. به خدا نمیزنه این. عمرن دوتا بزنه. خیلی داره بد کاشته میزنه.
آی خیلی بد میزنی. منوالش کن، ولش کن، منوال کن ببینم. وای سه تا زدی، هیچ کاری نکردی عابد. و اگر عابد این ضربه رو گل نکنه همه چیز به فنا میره. هیچی اون یکی هم از چی میخوای بزنی مثلا؟ بزن ما این سه اون که هم بزنم من. ولش کن بابا، عابد این کاره نیست. درون پدره بابا داور و هاگل رس بهترین دروازه‌بان کاشته زن توی فوتبال شد. فکرشو میکردی یا نه؟ ممنونم که تا آخر ویدیو نگردید. لایک و سابسکرایب کنید. تو فرامشو فلانت ویدیو بعدی.